افزایش امید در خدمت شما هستیم. با توجه به اتفاقاتی که دور و برمون داره میفته و اخبار ثانیه‌ای که داره عوض میشه، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین. قبلا براتون توضیح میدم که در کنار منزل بنده دارن آتش بازی میکنن، اگر احیانا صدایی آمد من پوزش میخوام ازتون، کنترلی روش ندارم. در برنامه امشب در خدمت جناب استاد پروفسور لسانی هستیم و ایشون به خاطر اینکه در سفر هستن به صورت تصویری با ما نخواهند بود. من درود میفرستم به جناب استاد لسانی و ازشون خواهش میکنم که با شما صحبت بکنن. درودی گرم بر شما بانو سالار عزیز و درودی گرم بر تمامی هموطنان مبارز و آزادی خواه داخل و خارج از کشور. در خدمت شما هستم. من خیلی متشکرم، مرسی. خب حالا با این اتفاقایی که دور و برمون داره میفته و هر ثانیه هم این اخبار هی عوض و بدل میشن، من یه سوال کلیدی میخوام از شما بکنم، اونم اینه که نظر شما بدون توجه به اخباری که دور و برمون الان هست در مورد چگونگی گذر از جمهوری اسلامی میتونید یه نظری بدید در این مورد؟ بفرمایید. بانو سالار، من قبل هم خدمتتون عرض کردم ما برای گذر از جمهوری اسلامی باید زمینه سازی کنیم و شرایط رو آماده کنیم. ایجاد اتحاد ما بین سازمان‌های میهن پرست چه سیاسی و چه نظامی و ایجاد یک ستاد فرماندهی قوی گردن کلفت ایجاد کنیم که از درون این ستاد مبارزات داخل کشور بتونه رقم بخوره و مدیریت بشه. هر گونه تغییر و تحول سیاسی و تغییر نظام باید از درون خاک کشور انجام بشه بدون هیچ برو برگردی. ما نمیتونیم از درون خاک آمریکا و اروپا این کار رو بکنیم. تمام تغییرات و تحولات از درون خاک کشور انجام باشه. بنابراین ما باید زمینش و شرایطش رو کاملا آماده. از درون این ستاد فرماندهی میتونه یک دولت موقت و یا یک دولت شاید این از نظر قانونی مشکلاتی پیش رو داشته باشه. خب یکی از شرایط قانونی از دیدگاه بین‌المللی اینه که کشور ما توسط بیگانگان اشغال شده باشه. خب یه نگاهی بکنیم به اوضاع کنونی کشور. بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی یه هندی زاده است از قوم سیک های هندوستان. رهبر کنونی ایران خامنه ای متولد نجف عراقه. سردار نقدی متولد نجف. برادران لاریجانی که یکی قبلا رئیس مجلس و دیگری رئیس قوه قضاییه بوده هر دو عراقی و متولد نجف هستند و صدها تن دیگه مثل شاهرودی و غیره. خب حاکمان ایران ما اکثرا بیگانه و عراقی هستند، برای همین میلیاردها دلار ما رو میفرستن عراق برای ایجاد جاده، کمک به ارتش و ساخت و ساز بیمارستان، مدارس و حرم، و عمل کرد اونها بسیار ضد ایرانی بوده و علنا اعلام کردن که ایران وجودیت نداره، اینجا یک ملک اسلامی است و ایرانی ها از کشور خارج شد. بنابراین ما میبینیم که به طریقی کشور ما اشغال شده است توسط حاکمان بیگانه و عرب. از طرف دیگه مگر روسیه و چین در ایران برخلاف قوانین ممنوعیت ورود نیروهای خارجی
مستقر نشدن و پایگاه نزدن. مگر حزب الله، حشدالشعبی، نیروهای نظامی لشکر فاطمیون افغان و دیگه و دیگه در ایران حضور ندارن. تمام اینها خلاف قوانین تصویب شده توسط خود جمهوری اسلامی است و نشانگر این هست که کشور ما توسط بیگانگان، چه حاکمان سیاسی و چه نیروهای نظامی بیگانه، بگونه اشغال شده که این باعث تجزیه است. دارن بخشی رو به روسیه میدن، بخشش رو به چین میدن، که همه ما از این جریان کاملا آگاهیم. ما میخواییم راجع به قانون صحبت کنیم. من قانوندان نیستم، ولی 51 کشور جهان رو گشتم، فعالیت داشتم و ما با توجه به تجربه‌مون، ارتباطات نظامی و سیاسی، میتونیم این رو از دیدگاه تجربی، منطقی و عقلانی و انسانی بررسی کنیم. حالا بیایم ببینیم، مگر از نظر قانون ایران شکنجه ممنوع نیست؟ پس چرا تاکنون هزاران جوان هموطن ما در سیاست‌چال‌های رژیم شکنجه شدن و صدای اعتراضشون به گوش هیچ کس نمی‌رسه؟ مگر تجاوز در ایران و جهان جرم محسوب نمی‌شه؟ پس چرا به صدها بانوی مبارز هموطن ما تا کنون در زندان‌های رسمی ایران تجاوز شده و آب از آب تکون نمی‌خوره؟ ما چطور می‌تونیم در این دنیای بی قانون از قانون صحبت کنیم؟ قانون کجاست؟ پس چرا اعمال نمیشه؟ یا مگر این که طبق قانون تمام سازمان ها موظف به پرداخت مالیات به دولت نیستن؟ پس چرا آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و چندین سازمان قدرتمند مالی ایران در طول 42 سال گذشته اصلا مالیات پرداخت نکنه؟ حالا ما میتونیم بگیم ایران یک کشور مافیایی و بیقانون و همانند یک جنگله که فقط قدرت زور حاکمه. مالی ایران. پس بیاین با هم سری به کشورهای غرب که قانونمند و دموکرات هستن بزنیم. طبق قانون اروپا فروش اسلحه به کشورهای در حال جنگ اکیداً ممنوعه. پس چرا در زمان جنگ ایران و عراق 37 کشور برخلاف قوانین تصویب شده پارلمان‌های خودشون به ایران و عراق اسلحه فروختن و میلیاردها دلار از فروش اسلحه به جیب زدن؟ جنگی که باعث ویرانی کشور ما و کشته شدن هزاران جوان هموطن ما در راه دفاع از خاک وطن شد. ما راجع به کدوم قانون صحبت می‌کنیم؟ مگر ورود و تعرض به خاک دیگر کشورها خلاف قوانین بین المللی و مصوبه‌های سازمان ملل متحد نیست؟ پس چرا آمریکا به خاک پاکستان تعرض می‌کنه و مکان بن لادن رو با موشک می‌زنه؟ کاری به این مسئله نداریم که خیلی برای انتظارن که بن لادن هنوز زنده است و تعدادی هم برای این باورن که صدام حسین هم هنوز زنده است و کسانی که کشته شدن بدلهای اونهاست، همونطور که خامنه ای هم چندین بدل داره. این بحث ما نیست. ولی آیا تعرض به خاک پاکستان که این کشور هم اعتراض کرد غیر قانونی و بر خلاف قوانین بین المللی است؟ مگر دخالت در امور دیگر کشورها خلاف قوانین بین‌المللی نیست؟ پس چرا آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، اسرائیل، ایران، ترکیه و دیگر کشورها در امور دیگر کشورها علناً دخالت می‌کنند و آتش افروزی می‌کنند و جنگ به پا می‌زنند؟ مگر کشتن افراد غیر نظامی و بیگناه جرم محسوب نمی‌شه؟ از دیدگاه قانون دارم میگم. پس چرا آمریکا بارها و بارها
مراکز غیر نظامی و عمومی و بیمارستان ها مدارس کودکان حتی مجالس عروسی رو به بهانه مبارزه با طالبان با موشک نابود کرده و صدها مرد، زن و بچه بیگناه رو کشته و قتل عام کرده. مگر قتل با قتل فرق می‌کنه؟ مگر این عمل جنایت علیه بشریت نیست؟ پس چرا آمریکا هرگز پاسخگوی قتل این مردم بیگناه نبود؟ برای من سواله. مگر ترور جرم نیست و عملی تروریستی محسوب نمیشه؟ پس چرا آمریکا قاسم سلیمانی و همراهانش رو در فرودگاه بغداد با موشک هدف قرار داد و کشت؟ ببینید، در این که قاسم سلیمانی مسئول کشتار هزاران نفر در عراق، سوریه و ایران بوده و باید به سزای اعمال کثیف و جنایتکارانش می‌رسیده، هیچ شکی نیست. ما هم اگه اون رو گیر می‌آوردیم تیربارون می‌کردیم. سوال اینجا نیست، سوال اینه که آیا این عمل آمریکا غیر قانونی بوده یا نه؟ مگه قانون برای همه کشورها یکسان نیست؟ مگه قانون کشورهای قدرتمند با کشورهای ضعیف فرق میکنه؟ یا یک مثال دیگه، مگه متهمان حق داشتن وکیل مدافع ندارن و در برابر قانون همشون یکسان و بیگناه نیستن تا زمانی که جرمشون بر اسناد مدارکی در دادگاه به اثبات برسه و دادگاه طبق قانون جهت تنبیه اونها حکم صادر کنه؟ سوال میکنم، پس چطور افرادی بیگناه در ایران ما بدون داشتن حق وکیل برای دفاع از خودشون مجرم شناخته میشن و صدای اعتراض اونها و خانواده هاشون و مردم ایران در طی 42 سال هرگز به جایی نرسیده؟ صدها زندانی به این صورت اکنون در گوشه های زندان ایران تحت شکنجه غیرقانونی هستند. حالا ایران میذاریم کنار، یک نگاهی با آمریکای قانونمند میکنیم. چطور آمریکا صدها نفر از مردم عراق و سوریه رو بازداشت کرده بدون دادگاهی، بدون اثبات جرم، و اینها رو سالهاست در زندانهای مثل زندان ابوغریب و دیگر زندانی کرده، بازجویی و شکنجه میشن، هیچ دادرسی نیست، حتی اسم این افراد وجودیت خارجی نداره، کسی نمیدونه اونها اصلا کجا هستن و چی به سرشون اومده. هنوز هم صدها نفر دیگه تو زندانهای مجهول و معلوم الحال آمریکا هستن بدون اینکه اصلا دادگاهی شده باشن و جرم اونها اثبات شده باشه. پس وقتی ما از قانون صحبت میکنیم، از نظر من باید تمام زوایای اونو بررسی و تجزیه تحلیل کنیم. ببینید، قانون مثل یه خونه است. شما معمولا وقتی داخل خونه میشین از درب ورودی جلو کلید میندازین داخلش، ولی شما میتونین مثل سارقین و دزدها از در پشت یا از پنجره هم داخل بشین. قانون اینقدر ماده و تفسیر براش گذاشتن که هر کاری رو امکان پذیر میکنن. ولی چرا اینقدر بی‌عدالتی و سوء استفاده از قانون به نام قانون وجود داره؟ با گذشت بیش از 42 سال و عملکرد خشن امنیتی جمهوری اسلامی تا امروز، به همه ما آزادی خواهان ثابت شده که این رژیم جنایتکار با مقاله نویسی، پوست های سیاسی و لایک کردن نخواهد. برای اینکه
بتونیم پیروزی رو در مبارزه با این رژیم ننگین آخوندی به دست بیاریم، باید به زبون خودش صحبت کنیم و عمل کنیم. این تنها زبانی است که این جنایتکارها، این مزدوران سرکوبگر میفهمن و حالیشون چه. من بر این باورم که با توجه به خشونت اعمال شده از طرف آخوندا و جو امنیتی بسیار خشن و سنگین در کشور، مبارزه مدنی دیگه جوابگوی شرایط خشن کنونی کشور است. هیچ راهی برامون باقی نبود که ما که سالها در حال انتظار برای سرنگونی رژیم هستیم، از این حالت انتظار در بیم داخل فاز تدافعی بشین. و من بر این باورم، فکر کنم هموطنهای من هم این رو قبول داشته باشن، که با توجه به خشونت و سرکوب که رژیم خواهد کرد، ما مجبور خواهیم شد از فاز تدافعی هم عبور کنیم و داخل فاز تهاجمی بشیم. ما باید ببینید رژیم استوار بر خفقان و ترسه، مردم نفس نمیتونن بکشن. ما باید فرماندهان سرکوبگر، نه همشون، فرماندهان سرکوبگر و مسئولینی که دستور قتل عام رو میدن، ما هدف بگیریم. باید ترسی رو که اونها در وجود مردم ما کاشتن، این ترس رو ما برداریم ببریم در خونه هاشون، داخل منازلشون، داخل قلب و افکارشون، تا اینا شبها خواب نداشته باشن. اینا رو هدف بگیریم تا بفهمن که ما از خودمون، ناموسمون، عزتمون، شرفمون دفاع خواهیم کرد. خب تنفر مردم از این حکومت آخوندی تا به امروز خودش نشانگر نامشروع بودن این رژیم. بنابراین ما باید به این سرکوبگرا، به کسایی که جوانهای مبارز و آزادیخواه کشور ما دارن قتل عام میکنن به طور خیلی وحشیانه، بهشون بفهمونیم که دیگه جنایات اونها بی پاسخ نخواهد ماند و اونها پاسخگو خواهند. بنابراین من فکر میکنم که ما چاره ای نداریم، همین امروز پس از قتل نوید، همین امروز مجددن آقای تبریزی، قهرمان زیبای اندام آسیا، آقای آسیا رو فقط به دلیلی که اعتراض کرده چرا شما مراکز ورزشیتون، مراکز مذهبیتون تماما بازه، چرا مراکز ورزشی رو شما میبندن، امروز ریختن به ایشون رو دستگیر کردن. این دستگیری ها، این شکنجه ها روز به روز رو به گسترش است، تا زمانی که ما قدلم کنیم با قدرت اتحاد و داخل میدان بشیم و این رژیم رو سرنگون کنیم. این تنها راهه. سالار من در خدمتون هستم. ممنون از توضیحاتی که دارین در مورد اینی که چرا قانون در همه جا یکسان اجرا نمیشه. خب ما با یک دنیای هیپوکرات، دو شخصیتی و بایپولار حتی مواجه هستیم و همه چیز رو برای خودشون در واقع مجاز میدونن و هر گونه کشورگشایی، هر گونه اجحاف رو به کشورهای دیگه اعمال میکنن، ولی خب به کسانی که میرسه که بخوان احقاق حق بکنن متاسفانه صدای شنیده نمیشه. من متوجه منظور شما در مورد مسئله اینه که مبارزات مدنی برای مردم گفته شده، منتها خب مردم متاسفانه به تنهایی که نمیتونن کاری انجام بدن و با بازبینی در واقع وصیت شاهنشاه که توصیه کردن به جاسوده عزیز که شما بدون خواست مردم حرکتی نکنین، در واقع تلویحاً این میدان میلیونی رو ایشون در وصیت‌نامه‌شون توضیح دادن و گفتن. منتها باز همون اون میدان میلیونی هم بدون حمایت ارتش، بدون حمایت کسانی که
تمرینات رزمی دارن و میتونن مردم رو حمایت بکنن، شاید راه باز به جایی نبره. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ ببینید بانو سالار، من کاملا سخنان شما رو درک کنم. من واقفم به اینکه مردم ما با دست خالی نمیتونن به جنگ مزدورها برن، این رو همه ما میدونیم. و من میخوام این پیام رو به هموطنهای عزیزم و آزادی خوام بدم که شک نداشته باشید که نیروهای مسلح و ارتش در کنار شما هستند. به هیچ وقت شک نکنید. منتها ما باید شرایطش آماده بشه و در یک زمان مناسب برای ملحق شدن به مردم داخل میدان بشن و زمانش هم به زودی خواهد رسید. رژیم داره نفسهای آخر رو میکشه. سحر نزدیک است، مردم ما امید رو از دست ندن. من این اطمینان رو به مردم، به مبارزین هموطنم من میدم. اون چه مورد نظر من هست اینه که ما با توجه به شرایط خشن امنیتی کنونی، با توجه به اینکه کشور ما اشغال شده توسط عرب‌ها و بیگانگان و علناً اعلام کردن که ما هیچ کاری هم کشور در اختیار اونها نیست، با توجه به اینکه اینها حامی تروریستی و مرکز تعلیمات تروریستی در جهان هستن و جهان این رو هم میدونه، خب با توجه به اینها ما با قدرت اتحاد و از طریق ستاد فرماندهی میتونیم تلاش کنیم و دولت موقت و یا ستاد دولت در تبعید رو ایجاد کنیم. کشور ما قانونا رسما اشغال شده، دست ما نیست. اگر نشده بود چرا 8 میلیون ایرانی الان در خارج تبعیدن؟ چرا هزاران نفر در زندان هست؟ این کشور دست ما زیر نعلین آخوندهای عرب هست، این رو دنیا میدونه. منتها ما باید اراده کنیم بانو سالار، ما باید توانمندیمون رو برای دفاع از خودمون با قدرت اتحاد به دنیا نشون بدیم. ما خیلی متفرقیم، هر کدوممون یک ساز رو میزنیم. اگر کنار هم قرار بگیریم، بازوی سیاسی و بازوی قدرتمند نظامی و دنیا ببینه یک ستاد فرماندهی ملی متشکل از نیروی سیاسی، بنابراین به حرف ما گوش میکنه و ما میتونیم تو این راستا قدم برداریم و این سرآغازی خواهد بود برای گذر از جمهوری اسلامی. بدون سازماندهی، بدون مدیریت، بدون فرماندهی، نجات ایران امکان پذیر نیست. ارتش هم منتظر ماست در درون کشور، مردم هم چشم انتظار ما هستند. بنابراین ما با توجه به شرایط و قوانین بین‌المللی و اشغال، ما میتونیم در این راستا قدم‌های خوبی رو با قدرت اتحاد از طریق ستاد فرماندهی ملی برداریم تا بتونیم عملا در راستای نجات کشورمون قدم برداریم. در خدمت هستم. بانو سالار ببخشید، پوزش میخوام ازتون. من چون بحث از قالب دفاع شخصی خارج شد، من با اجازه شما و جناب پروفسور لسانی ورود پیدا کردم یه صحبتی با مخاطبان داشته باشم. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم که در برنامه زایش و امید با بانو میترا سالار و جناب پروفسور جواد لسانی هستید. امیدوار هستم که برنامه‌های گذشته جناب پروفسور رو دیده باشید و این برنامه رو هم در تمام گروه‌ها اشتراک گذاری کنید. لینک یوتیوب رو یادتون نره حتما کپی کنید و در واتساپ، تلگرام و در فیسبوک منتشر کنید. من یه پوزش میخوام بانو سالار، به دلیل اینکه بس از بس دفاع شخصی خارج شد به بس ورود نظامی و خروج از نافرمانی مدنی کشید و این خارج از ایدئولوژی رستاخیز سیمرغ، من مجبور شدم که ورود پیدا کنم تا این بحث کامل باز بشه، تا سوء تفاهم برای هیچ بنی بشری پیش نیاد. ما دشمن کم نداریم. خدمت رو عرض کنم که جناب پروفسور لسانی عزیز، شما فرمودید که دیگه الان زمان نافرمانی مدنی نیست و با نافرمانی مدنی امکان سرنگونی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
شما فرمودید شاید مجبور بشویم از بخش دفاعی خارج بشیم، از لاک دفاعی خارج بشویم و به لاک تهاجمی بریم، یعنی تهاجم رو ما شروع بکنیم. اگر ما نگاهی بکنیم و فرمود که مردم شک نداشته باشن، ارتش پشت مردم ایستاده، در کنار مردم ایستاده، تا الان سابقه قیام هایی که در داخل ایران شکل گرفته رو نگاه بکنیم، مردم و جوانان کشور ما به هیچ عنوان منتظر ارتش وا نستادن. من چند تا پرسش از حضور شما دارم. جناب پروفسور لسانی، سال 88 زمانی که مردم ایران اومدن بیرون، اول دنبال رأیشون بودن، بعد دنبال سرنگونی، بعد ماشین‌های نیروی انتظامی از روی جوانای مردم رد شد، بعد توی زندان‌ها زیر تجاوز جوانای ما جونشون از دست دادن، بعد اعدام شدن، بعد خانواده‌هاشون دنبال جنازه‌هاشون هنوز می‌گردن. شمایی که در برنامه قبلی هم اشاره فرمودید به این که با نیروهای مسلح، با فرماندهان ارتش، با بسیاری از فرماندهان ارتش در ارتباط هستید، پرسش من این از شما: سال 88 این ارتشی که در کنار مردم کجا بود؟ سال 96 در آبان این ارتشی که شما یاد میکنید کجا بود؟ سال 98 در طول کمتر از 10 روز بیش از 5000 جوان ایرانی رو در سراسر ایران کشتن، این ارتش کجا بود؟ و امروز ما کدوم بخش از مردم عامی که توان یا آموزش لازم برای گرفتن سلاح در دست رو ندارن و ندیدن رو میخواییم بیاییم بگیم شما از قالب نافرمانی مدنی خارج بشوید و شما مردم عادی الان بیایید نقش ارتش رو بازی کنید؟ چرا ما نباید به این فکر کنیم که یک بار هم ارتشی که بدتر از مردم عادی تحت فشار هست از نظر معیشتی، اونها باید استارت بزنن؟ اگر جونشون به لبشون رسیده، اونها باید استارت بزنن، چون اونها بلد هستن چجوری بجنگن، چجوری اسلحه دستشون بگیرن، اگه کمین زدن براشون چجوری دفاع کنن، اگر تک زدن چجوری پاتک بزنن، خشم شب و بلدن، همین رو ارتشی ها بلدن. اما مردم چی بلدن؟ مردمی که به قول خود شما در آموزش‌های دفاع شخصی که دارید میدید هنوز نمیتونن موقعی که دو تا نیروی سرکوب یقه‌شون رو گرفته بدون سلاح گرم خودشون رو نجات بدن از دو تا نیروی سرکوب، چطوری باید بهشون بگیم از حالت نافرمانی مدنی خارج بشید و رو ببرید به مبارزه قهرآمیز؟ من در خدمتم. ممنونم از توضیحات شما به جناب کمالپور عزیز. من نظر من مردم بی سلاح نبوده. من همیشه در برنامه هم گفتم و خواهش کردم که مردم بی سلاح و بی دفاع علناً و رسماً داخل درگیری های مسلحانه نشن. در برنامه های من کاملا این رو قید کردم. وقتی من میگم که از این حالت در بیام، منظور مردم ناآشنا به فنون نظامی و رزمی نیست، مردمی هستند، افرادی هستند، گروه‌هایی هستند نظامی و شبه نظامی که اینها کاملا آشنا به استفاده از اسلحه هستند. هزاران هزار قبض اسلحه الان در سراسر کشور خریده شده. تا قبل از اون اقوام ما سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان، بسیاری از اقوام همه مسلح هستند و اسلحه دارن. اینها میتونن در زمان مناسب اون جرقه قیام رو بزنن و با حضور چندین هزار رزمیکار که سپر دفاعی مردم رو بسازن، که مردم عادی که مورد نظر شما هستن بیان تحت پوشش این سپر و تحت حمایت آتش افرادی که مسلط به اسلحه هستند داخلشن، که ارتش ایران، نیروهای مسلح وقتی ببینن که مردم چند روز متوالی در کف خیابان خواهان تغییر رژیم هستند و اراده محکم برای این کار دارن، اونها هم به مردم ملحق شن و داخل خیابون بشن. چون اگر ارتش داخل شد دیگه نمیتونه برگرده تو پایگاه.
توجه کردیم. بنابراین افرادی که داخل میشن و مورد نظر من هستن، افرادی هستن که آشنا به اسلحه و چگونگی استفاده هستن، مردم بی‌دفاع نیستن. من تصور میکنم که تونستم تا حدودی پاسخ شما رو بدم. و برای اینکه شما فرمودید چرا ارتش تا به حال کجا بوده، ببینید، ارتش یک سازمان مسلح نزدیک 1 میلیون نیروی نظامی ارتش داره، 2-3 میلیون نیروی سپاه و بسیج مسلح داره. در درون ارتش بسیار از جاسوسان حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات هستن که اینها رو افشاگری میکنن، بلافاصله دستگیر میکنن. بارها فرماندهان عالی یا ترور شدن یا هواپیماشون منفجر شده و غیره. برای که ارتش بتونه داخل بشه، برای که این شبهه پیش نیاد که داره کودتا میکنه، نیازمند حضور مردم هست. حالا ما وقتی صحبت از مردم میکنیم، مردم چند قشر از دیدگاه من 3 دسته هستن. دسته های مولتی میلیونر هستن که اینها هرگز دخالت نمی کنن به خاطر ترس از دست دادن اون ثروتش. بخش دوم دانشجوهای ما هستن که میان کف خیابون وقتی به تنگ اومدن ماشینای پلیس رو آتش دادن، پاسگاه رو آتش زدن و غیره و نتونستن. ما در کشورمون یک دسته سوم داریم. این دسته سوم نیروهای آشنا به رزمی و قشر مستضعف، فقیر که هیچی رو برای باختن ندارن، که کانت به استخونشون رسیده و از جونشون هم میگذرن برای که بتونن رفاه بیشتر و آزادی داشته باشن. ما در زمان انقلاب هم وقتی این قشر داخل شد، انقلاب پیروز شد. الان هم وقتی این قشر داخل شه، یعنی کارت به استخونش برسه که الان رسیده، ما شاهد خودکشیه پدران خانواده هستیم، شاهد هستیم بعضی ها بچه های خودشون رو دار میزنن، خودشون رو میکشن، جوان های تحصیل کرده خودشون از رو پول ها اعدام میکنن. الان کارت به استخون مردم رسیده و مردم ما الان آمادگیش رو دارن. 1 سال قبل نداشتن، 2 سال قبل نداشتن. از زمان ورود نیروهای بیگانه به طور علنی مخصوصا چین به ایران، یه تلنگری به مردم ما خورد و از اون بیتفاوتی خیلی هاشون خارج شدن و الان جبهه‌گیری کردن، کمی با ترس ولی داخل میدان شدن و الان آمادن. دیگه مردم ما از فقر، از بی‌عدالتی و غیره خسته شدن. به زبان ساده کارت بوست خونشون رسیده. 5 سال قبل اینجوری نبود. خب جناب لسانی، بنابراین ما این امکان رو الان داریم، این امکان رو داریم که بشه کارهایی رو کرد توسط افرادی که مسلح هستن و توسط افرادی که این آمادگی رو دارن که از حالت تدافعی به تهاجمی در بیان. تا ما این ترس رو، ترسی که مردم در سپاه و بسیج در وجود ملت ما کردین، ترس رو ببریم خونهای خودشون، تو قلب و افکار خودشون، این ترس و هدف گرفتن فرمانده های مزدور، نه تمام فرمانده، اونه که دستور قتل عام میدن، باعث ایجاد ترس و وحشت در بدنه و ریزششون خواهد شد. من فکر میکنم که الان تا حدود زیاد این آمادگی وجود داره. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. ببینید جناب لسانی، بانو سالا واقعا ببخشید، پوزش میخوام ازت. نه خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که جناب پروفسور لسانی عزیز، ما وقتی با تکیه بر فرمایشات خود حضرت عالی، وقتی میایم تکیه مبارزاتیمونو کامل میندازیم رو دوش ملتی که شما بهشون میگید ملت فقیر و از فقر به تنگنا آمدند، یعنی این ملت ایدئولوژی سیاسی و مبارزاتی ندارد و همونی میشه که سال 96 و سال 98 این شرایط مهیا میشه که ارتش ایران بگه اگر مردم کف خیابان ها میماندند ما میامدیم حمایت میکردیم. 1.5 سال گذشته کارگران نیشکر 7 تپه به مدت 2.5 ماه اعتصاب مداوم کردند، یعنی نافرمانی مدنی، دنبال حق و حقوقشون بودن.
فارغ از اینکه خب به دلیل اینکه یک بخشی بود و ارتش نمیتونست صرفا به خاطر یه بخش بیاد بیرون، اون مسئلهش جدا، اما یک شخصی از آمریکا پیدا شد و اعلام کرد که آقا مگه اینا چقدر پول طلب کارن، بهشون بدید بذارین سر صدا بخوابه، کشور زندگیشو ادامه بده. 5 میلیون دلار پول از آمریکا فرستاد برای جمهوری اسلامی، دادن به کارگران نیشکر هفت‌تپه که یه چیز حدود 11 ماه حقوق و معوقاتشون همه رو پرداخت کنن. خب زمانی که ما به نافرمانی مدنی نگاه میکنیم، به اعتصابات، ریشه اعتصابات در نافرمانی مدنی آموزش و زمینه ساز ساختار ایدئولوژی ایجاد شدن در افکار عمومی جامعه است. یعنی اون فردی که امروز مردم میگن مردم گرسنه، ملت گرسنه، ملت به علت فقر به تنگنا اومده، میان کف خیابون ها میشه انقلاب گرسنگان، دیگه اون موقع انقلاب گرسنگانی نداریم. اون موقع انقلاب، انقلاب ایدئولوژیکه که اگر هر چقدر پول هم بریزن جلوشون، با هر ابزاری هم بیان جلوشون قرار بگیرن، ملتی که دارای ایدئولوژی انقلابی و مبارزاتی به منظور سرنگونی باشه، هیچ قدرتی نمیتونه فریبش بده. در همین بحبوحه‌ای که شما دارید صحبت میکنید، با همین شرایطی که الان شما فرمودید، اگر مردم برن اعتصاب بکنن، این اعتصابات گسترده بشه و سراسر ایران بشه اعتصاب، آیا در اون زمان این تیم ورزشکاران رشته‌های مختلف رزمی، نیروهای مسلح یا نیروهای نظامی در ارتش، آیا اون موقع نمیتونن بیان به وظیفه‌ای که دارن عمل بکنن؟ دفاع مشروع در همه دنیا مجازه، بارها اینو شنیدیم، همه گفتیم و تکرار مکرراته. اما آیا به غیر از اون بخشی که شما میفرمایید، گروه های شبه نظامی که امروز عملا جمهوری اسلامی مترصد این هست که اگر یک نفر نیروی مردمی با سلاح بیاد توی خیابون، تیربار جسو و گیرینوف و بذاره وسط خیابون های تهران، همه رو به رگبار ببنده؟ سال 98 در آبان، در هوبیزه، ببخشید در ماهشهر، مردم مسلحی وجود نداشتن. نیروهای شبه نظامی حشد و شعبی رفتن لای نیزار علکی تیر هوایی زدن، نیروهای سرکوب مردم رو به همون بهانه به رگبار بستن، 1500 تن رو در یک روز قتل عام کردن. وای به حالی که واقعا مردم ما با یک کلت کالیبر 48 کمری را بیافتن بیان تو خیابون، یه روبلور یارو از یه گیرش بیاد بیاد تو خیابون یه تیر هوایی بزنه، میگن اینها تروریستن، بهانه دست کلیه جوامع بین المللی داده تمام که جمهوری اسلامی حق داره این افرادی که اومدن تو خیابون از روی گرسنگی یا از روی ایدئولوژی سیاسی نیست، اینا تروریستن، اینا اختشاش اومدن ایجاد کنن، ناامنی ایجاد کنن، امنیت مملکت رو از بین ببرن. و این قانون در سراسر دنیا هست که در مقابل نیروی مردمی مسلحی که میاد روبرو نیروی حکومت، قانون این اجازه رو میده همه رو لطه پار کنه، قتل عام کنه. ما اگر میخواییم چیزی رو ارائه بدیم به عنوان راهکار، چه من باشم، چه حضرت عالی باشی، چه هر عزیز دیگه‌ای که قلبش داره برای آزادی ایران میتپه و زندگیشو گذاشته تا ایران آزاد کنه، باید به ذره ذره عناصری که میتونه عامل سرکوب و شکست قطعی مردم باشه فکر کنیم که این بهانه ها دست جمهوری اسلامی نیفته و به تمام عواملی که میتونه کمک کنه مردم با پایین ترین هزینه جانی و مالی پیروز بشن و جمهوری اسلامی رو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بندازن، به اونا فکر کنیم. در خدمتتون هستم. ببینید جناب کمالپور، من بر این باورم اگر شما بخواید مردم ما رو با توجه به مشکلات و موصلات بسیار زیادی که در کشور وجود داره آمادگی ایدئولوژیک بدید، 50 سال دیگه کار داریم. ما کشورمون در حال نابودی است. اون چی ما میگیم طرح‌های ضربتی و سریع
از طریق نیروهای مسلح برای سرنگونی و نجات کشوره. اون چی که صحبت میشه برای که مردم ما آگاه بشن که اونها رو با اسلحه نخرن، در حالی که امروز با یک ساندویج و کوکاکولا مردم ما رو دارن میخرن، این نیازمند زمان بسیار زیادی است که ما الان نداریم. توجه کردین؟ و اینکه اگر ارتش بخواد دخالت کنه، که خیلی از مردم میگن ارتش کجاست، یک خود جناب والید کجا بوده؟ ببینید الان جلوی ارتش ما سپاه و بسیج تا دندان مسلح رو گذاشتن. انجام یک کودتا به این سادگی حتی برای ارتش وجود نداره یا نیروهای مسلح، مگر اینکه گروه‌های مردمی سازماندهی شده در سراسر کشوری در سطح ملی با اسلحه‌های خودشون به کمک به میدون بیان تا دوش به دوش ارتش بتونن سپاه رو و بسیج رو از میدون به در ببرن. من در این باورم که وقتی سنبه زور پرقدرت باشه، 80-90% این نیروهای مسلح سپاه و بسیج که شما میگید عامل سرکوب خواهند بود، همشون فرار خواهند کرد. اسلحه ها رو میذارن یا به مردم ملحق میشن یا فرار خواهند کرد. ما زمان برای اینکه بخوایم مردم آگاهیشون ببریم بالا از نظر ایدئولوژی نداریم. کشور ما داغون، زندان‌های ما پر از هزاران نفر ایرانی که دارن جون میدن، در حالی که ما تو اروپا و آمریکا نشستیم داریم به خوبی و به قشنگی زندگی میکنیم تحت آرامش و امنیت دنیای غرب. ما باید حال مردم رو درک کنید. من نگرانی شما رو کاملا درک میکنم، ولی خب به تناسب اون تخصص و آشنایی خودم و ارتباطاتم با نیروهایی که باید و میتونن خیلی تاثیرگذار باشن برای نجات کشور، خب صحبتهایی رو مطرح میکنیم در رابطه با اونها. مردم ما درگیر نشن، بارها من گفتم سازماندهی کنن، گروهای کوچک درگیر نشن. ما نمیخوایم ایران رو گورستان کنیم، ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. این نیروهای نظامی خواهم بود که برن جلو، نه مردم عادی کف خیابان. ولی خب حمایت مردم در سراسر کشور از این نیروهای نظامی بسیار تاثیرگذاره، برای که دنیا ببینه که این خواست ملت ایرانه، نه خواست یک نیرو، یک چند تا ژنرال ارتش که میخوان کودتا کنن، یک حکومت نظامی ایجاد کنن. نه، ملت ایران اراده کرده و میخواد که این رژیم رو سرنگون کنه، دنیا صداشون رو بشنوه و گروه های شبه نظامی و مسلح که چندین هزار نفرن که من در جریان آماده هستن، اینها بیان به کمک ارتش تا بتونن دو بازوی مسلح که سپاه و بسیج از میدون خارج کنن. ما نیازمند زمان خوب هستیم. این کار ساده ای نیست، کار بسیار مشکلی، ولی ما میتوانیم اگر این اتحاد رو ایجاد کنیم. به اعتقاد من، این نظر منه، با توجه به این همه شکنجه، کشتار، دستگیری ها و قتل عام ها و غیره و غیره، ما دیگه مبارزه مدنی جوابگو نخواهد. حالا میخوایم این کار انجام بشه، اعتراضات میشنن، چند تا گروه دیگر هم میزنن، قتل عام میکنن، دوباره سر از زندان ها در میرن. این کار 5 سال، 10 سال، 20 سال دیگه. ما آیا من سوال میکنم آیا اون زمان ما ایرانی خواهیم داشت که بتونیم در موردش با هم صحبت کنیم؟ ما باید فکری برای نجات کشور و مردمی که واقعا در بند هستن بکنیم. باید از خودمون بگذریم، ایدئولوژی سیاسی و عقیدتیمون بگذریم، فقط و فقط نجات کشور رو اولویت قرار بدیم و مردم زمانی داخل بشن، مردم بی‌دفاع ما، زمانی که نیروهای مسلح در کف خیابان حاضر میشن در زمان مناسب، در زمانی که شرایط ایجاد کنه، و الان خیلی نزدیک به اون زمان شدیم. من تصور میکنم در آینده نزدیکی میتونیم آزادی کشورمون رو ببینیم، ولی خب این نیازمند یک سری عملکرد هاست. مبارزه مدنی، من بیش از 30 سال تو کشورهای مختلف اروپا و آمریکا، این مال نیویورک و آمریکاست، مبارزه مدنی در جاهای جواب خواهد داد که پلیس حامی مردم باشه، که دولت در خدمت مردم باشه،
که فساد نباشه، شکنجه نباشه، تجاوز نباشه. الان شاید این شک سال قبل هم جواب میداد، شاید 6 ماه قبل هم جواب میداد، الان با توجه به شرایط کنونی نظر منه شاید درست نباشه. نظر من الان دیگه امکان پذیر نیست. ما باید فکر چاره برای مسائل دیگه بکنیم تا بتونیم کشورمون رو هرچه زودتر نجات بدیم. در خدمتتون هستم. باشم من رفع زحمت میکنم. بانو سالا باز سپاس از این که من اومدم تو برنامهتون و اجازه دادین. جناب پروفسور لسانی سپاسگزار از شما. من صرفا اومدم به این دلیل عزیزان که بدنی که این برنامه از رستاخیز سیمرغ پخش میشه بدونن دوستان که ایدئولوژی رستاخیز سیمرغ بر اساس نافرمانی مدنی، خشونت پرهیز، به دور از هر گونه خشونت، اما دفاع مشروع رو ما مجاز میدونیم و چون این برنامه از رستاخیز سیمرغ پخش میشد به خاطر این قضیه من مزاحم شدم. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده ایران بر افراشته و پرچم سرنگ شیر خورشید نشان تا ابد جاوید شد. بدرود. جناب کمالپور عزیز، من خاطر نشان کنم شخص من شدیداً مخالف خشونت. این رو تمام کسانی که من رو از نزدیک میشناسن میدونن شدیداً مخالفم. من امیدوارم جناب پروفسور در یک برنامه بلی با ما بیایید در رستاخیز سیمرغ. اجازه بفرمایید من رفع زحمت کنم. در یک برنامه رستاخیز سیمرغ تشریف بیارید که بانو سالار سوالاشون رو مطرح کنن. یه برنامه ازتون دعوت میکنیم تشریف بیارید در برنامه رستاخیز سیمرغ. اونجا به صورت مفصل 4 ساعت 5 ساعت در رابطه با نافرمانی مدنی، خشونت بدون خشونت، جنگ مسلحانه بدون سلاح، همه اینها به صورت علمی بخواید در حد شما نیستیم، ولی نیمه علمی شاید بتونیم به عنوان یه شاگرد درس پس بدیم، صحبت کنیم، دوستان نظرات شما، ما، جناب قاسمی و بقیه دوستانم بدونن. اونجا فکر می‌کنم که بهتر باشه، چون این برنامه زایشومید اصلا مسئله چیز دیگه است و به این مقوله من نمیتونم الان ورود پیدا کنم. من در خدمتتون هستم. سپاسگزار از اینکه پاسخگو هستید. ممنونم. مرسی. حالا مهمان برنامه ما رو میخوان که دعوت بکنم برای رستاخیز و بعدم نیست، یه چالش، یه چالش خیلی خوبی خواهد شد. من در ادامه صحبت‌هایی که جناب کمالپور گفتن، من این رو تایید میکنم که چه برنامه زایش امید، چه سازمان باورمندان سامان پادشاهی و چه رستاخیز، ما هنوز کماکان فکر میکنیم که مبارزات مدنی برای مردم و مبارزات مسلحانه برای کسانی که آموزش های نظامی دیدن، رزمیکار هستن، در ارتش کار کردن و یا سوابق تعلیمات نظامی دارن، فکر میکنم که مناسب تر باشه. اشکالی که هست در مورد مبارزات مدنی این هستش که در اعتصاباتی که مثلا در سال 57 ما داشتیم، بودجه های فراوانی از طریق بازاریان و کسانی که حامی خمینی بودن پرداخت شد که مردم از نظر مالی در مزیقه قرار نگیرن، زن و بچهشون گرسنه نباشن و اینا بتونن به اعتصاباتشون ادامه بدن. این یکی از چیزهای کمبودهایی که هستش که امروز متاسفانه اون همگرایی بین مردم نیست و این مردم این کمک ها رو انجام نمیدن. اینه که اگر که ما میتونستیم یه مقداری میتونستیم با مردم صحبت بکنیم در ارتباط با کمک کردن به کسانی که میدونن و در اعتصاب هستن، این خودش ممکنه که بتونه همگرایی رو ایجاد بکنه. کماکان مردم باید به صورت میلیونی بیان، وگرنه اعمال ارتش به عنوان یک کودتا محسوب خواهد شد و ممکنه که باستاب جالبی نه در داخل نه در خارج از کشور نداشته باشه. پس بنابراین رکن اصلی بودن میلیون ها انسان معترض به حقوقشون و زندگیشون در داخل ایران هست که از این جنبه 100% حمایت ارتش رو خواهند داشت و اعمال نظامی ارتش هم دیگه جنبه کودتا پیدا نمی کنه و جنبه حمایت از مردم در حق خواهیشون خواهد بود. من فکر کنم که اگر که موافق باشین این بحث رو الان ببندیم اینجا، اگر که صحبت دیگه ای در این موردش ندارید که من بتونم سوال بعدی رو مطرح بکنم جان بزنیم. نه خیر، صحبت دیگه ای نیست. این دقیقا چیزی است که من در طی برنامه های مختلف اینجا گفتیم. ارتش و حضور میلیونی مردم یک لازمه برای دخالت ارتش برای نجات کشور.
در خدمتتون هستم. ممنون از لطفتون. ما اگه مشکلی نباشه این بحث رو میبندیم و منتقلش میکنیم به برنامه ای که شما قرار شد که تشریف ببرین در رستاخیز و این رو بیشتر باز بکنید، چون که برنامه های رستاخیز 3-4 ساعته میتونه باشه، ولی برنامه زایش امید شاید که ظرفیت این صحبت به این گستردگی رو نداشته باشه. سوال بعدی من، با توجه به اینکه شما خودتونم در اروپا زندگی میکنیم، ما حوادثی داشتیم در اروپا، در فرانسه داشتیم، در وین داشتیم و میدونم در کانادا هم بود و در اسپانیا هم من دیدم که مردم شدیداً ریختن بیرون و به هر حال اوضاع احوال اروپا خیلی آرام نیست. چی میبینید شما در این مورد؟ همونطور که شما فرمودید، متاسفانه در هفته پیش اخباری در مورد قتل وحشیانه و برودن سر یک معلم فرانسوی به خاطر اینکه کاریکاتور توهین‌آمیزی یک مجله فرانسوی رو به شاگردهاش در سر کلاس نشون داده بود بریده شد و این دنیا رو تکون داد. قبل از اینکه داخل این دلایلش بشیم، من میخوام اینو اعلام کنم که بدون هیچ شکی مردم ایران این جنایت هولناک و ضد انسانی و وحشیانه رو محکوم میکنن و این یک عمل شرم‌آور و بسیار وحشیانه بوده که جایگاهی در امروز دنیا نخواهد داشت. ولی ما بیاییم یکم موشکافی کنیم مردم فرانسه، اگر واقعا علاقه‌مند هستن دلایلش رو بدونن با قدری تأمل، خب میبینن که این فرد چچنی 18 ساله که این جنایت رو انجام داد از سن 6 سالگی در خاک فرانسه، به این معنا که هر چی یاد گرفته و این نفراتگری رو در دل خاک خود فرانسه آموخته و این تا حدی مسئولیتش گردن مسئولین امنیتی کشور فرانسه است که این رو نتونستن بدانن و جلوی این و این افکار افراطی رو بخوان بگیرن. حالا اگر واقعا مردم فرانسه دنبال مقصر واقعی بخوان بگردن، خب با کمی اطلاعات میتونن این رو درک کنن. افراطیگری اسلامی از چه زمان شروع شد و گسترش پیدا کرد؟ از زمان رویاکار اومدن خمینی دجال و بنیانگذاری جمهوری ننگین اسلامی در ایران این افرادیگری پایه‌ریزی شد. همه دنیا و دولت‌ها و سازمان‌های ملل کاملاً آگاه و واقفند و بارها نیز اعلام کردند که جمهوری اسلامی مقر آموزش و حامی اکثریت سازمان‌های افراطی اسلامی در سطح جهان، چه از دیدگاه تعلیماتی، چه از دیدگاه تجهیزاتی و چه از نظر حمایت مالی گسترده برای اجرای عملیات تروریستی. مردم فرانسه و دولت فرانسه به اعتقاد من باید این واقعیت غیر قابل انکار رو بپذیرن که دولت فرانسه در 42 سال قبل نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در حمایت از خمینی، حفاظت و پذیرایی یک افراطی اسلامگرا در خاک فرانسه و فرستادن و بسته‌بندی کردن اون و فرستادنش به خاک ایران داشت. بله، البته اون یه عامل بود، ولی خب تصمیمات گرفته شده بود از طریق گلوبالیستا و در واقع فرانسه اجرا کننده این تصمیم بود در اصل، ولی خب خودشون آلوده کردن دیگه. این من فکر میکنم که یکی از دلایلی که کلن اروپا و همیشه هم گفتم اروپا به توسط پناهجوهایی که نه من منظورم بی احترامی به هیچ پناهجوی نیست، ولی هستن افرادی که در بین پناهجوهایی که از کشورهای مختلف به خصوص از کشورهای جنگ زده خاورمیانه وارد اروپا شدن، تعداد زیادی از اکستریمیست کسانی تندرو هستن که آمادن برای یه تلفن یا یه دستور کوتاه و اینا خودشون منفجر بکنن. در اصل اروپا خودشو مینگذاری کرده و اینم به هر حال متاسفانه یکی از اون مسائلی هستش که متعاقب با انقلابی که برای کشور ما رقم زدن برای خودشون هم این مسائل رو به وجود آوردن.
اگر که در این مورد بحث دیگه ای صحبت دیگه ای ندارید، من یک سوال دیگه کلیدی میخوام در مورد انتخابات آمریکا بکنم، اگر که صحبتتون تموم شده بفرمایید. خب انشاءالله در زمان شاه ایران از نظر نظامی و از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند. خیلی از این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در صف انتظار بودن تا بیان ایران کار کنن. فیلیپینی‌ها و تایلندی‌ها کلفتی می‌کردن. غرب هیچی نداشت. اینها اومدن خمینی رو بسته‌بندی کردن، فرستادن برای ما. این آتش رو گذاشتن در دامن ملت ایران و مردم ما 42 ساله که به این آتش می‌سوزن. توجه کردین الان چه اتفاقی افتاده؟ آتشی رو که به دامن ما انداختن و 42 ساله داریم ما زجر میکشیم، 8 میلیون ما خروج از کشور داریم، هزاران نفر داریم. الان این آتش داره سرایت میکنه به فرانسه و اروپا. اونها که خودش میدونن این از کجا آب میخوره. رژیم ایران سرمنشه تمام عملیات تروریستی، بمبگذاری و سربریدن ها در دنیاست. اگر این رژیم نباشه، خب دنیا نفس خواهد کشید در آرامش و امنیت. خب این رو باید بفهمن. و مهم نیست که 42 سال قبل چه کار کردن، چه اشتباه بزرگی مرتکب شدن. اینها آینده نگری نکردن، اینا متوجه نشدن که این چه عواقب بدی در دراز مدت داره. ولی مهم اینه، جای تأسف اینه بانو سالار، که اینها همین الان شما خواهید دید با توجه به این کشتارها، قتلها و عملیات تروریستی، اینها هنوز با لاسیدن به جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. اینها باید درک کنن که این خطاست و این نه تنها آزادی ما رو به خطر انداخته تو 42 سال، برای آزادی خود اونها آرامش و امنیتشون خیلی خطرناکه. دیگه باید یه مقدار تغییر روش بدن، این رو بفهمن. مثلا من در هیچ کشور جهان من ندیدم که بگن طبق این قانون، مثلا در قانون فرانسه، که میشه به نام آزادی به اعتقادات و ادیان مردم توهین کرد. این وجود در هیچ قانونی نداره. اینها از اون خط قرمز آزادی گذشتن و خب این باعث تحریک بسیار از مسلمانه افراطی میشه که ما هم مخالفش هستیم. ولی خب میشه، یک سیاستمدار باید بدونه که از طریق دیپلماسی بتونه مشکلات و مسائل رو کنترل کنه، بنزین روی آتش نریزه. توجه کردین به این اتفاقی که افتاده متاسفانه، و مردم بیگناه مثل همیشه در تاریخ ایران، فرانسه، دنیا، مردم بیگناه گاهی وقتا به آتش اشتباهات سیاسیون خودشون میسوزن تا زمانی که این سیاسیون درک کنن. من در خدمت هستم. بله، خب این در مورد اروپا، که خب میدونیم اروپا منافع اقتصادی زیادی داره در حمایت کردن از رژیم. این دوستان اختلاس کرد هیچ کدوم دلارها و یوروهاشون رو توی بالشاشون نگه نداشتن. اینا در واقع تمام بانکای اروپا متنفع داره میشه از پولهایی که اینا سپرده کردن اونجا، و اگر که اینا بخوان بکشن بیرون این پولها رو، 100% که روی اقتصاد اروپا تأثیر خیلی زیادی خواهد داشت. و امروز یه خبری هم اومد در مورد فرانسه که تقاضا کرده که در مورد قوانین رفت و آمد شنگن یه بازبینی بشه. به احتمال زیاد میخواد که یه دیوار نامرئی در فرانسه بکشه و فکر میکنه که اینجوری میتونه مردم رو در امنیت نگه داره، در حالی که خب اصل قضیه این هستش که باید تکلیفشون رو با یک رژیم تروریست پرور مثل ایران روشن بکنن. امیدوارم که هر چه زودتر به این نتیجه برسن و بتونن همگی این کارو بکنن، و در اون صورت خیزش‌های مردم ایران هم خیلی راحت‌تر خواهد شد و به هر حال بازده بهتری خواهد داشت. میرسیم به فکر میکنم آخر برنامه، و اگر که شما صحبت پایانی دارید با مردم و ارتشیان عزیز در داخل ایران، میشنویم جناب الحسنی. من میخوام که مردم ما بدانن که ارتش در کنارشون بوده، همیشه بوده، در زمان سیل، زلزله، غیره، در اون حد